هموطنان نهایت گرامی آمد عبوی از واشنگتن دی سی خدمتتان سلام و ماه رمضان هم است. رمضان مبارک. یکی از هموطنان ما که سمی جان نام داره و خودشان در ایران زندگی میکنن، خب هرمونی هم در ایران دارن و چه بچه با استعداد، باز بسیار پالیده بودی طرف طرف، باز استاد زبیجان عبیب خان را کدام آشنایی با استاد داشتن و از اونا خواهش کمک کرده بودن که در موسیقی ما طالب علم هستیم، در ایران هستیم، اصلا سبک موسیقی از اینا فرق داره و اینا، اگر راهنمایی شوم. باز استاد عبیب خان ارادت کرده بودن، کوچک نوازی کرده بودن، باز سمی جان گفته بودن که فلانی در امریکاست، من از او خواهش میکنم که همراهی تو کمک کنم. و خب 4-5 نفر هموطنان ما که پشت علم میگردن، مثلا در اندونیزیا اسمت جان که از این برادرهای هزاره ما شماست، ازش اوکلاده موزیشن خوب، دنبورا بسیار خوب می نوازه، نه تنها که می نوازه تا می سازه، بسیار دنبورای مقبول، پیانو هم می زنه، اکوردیون و هارمونیا و اینام. به یکی نفر در آلمان، یکی دو نفر در این ممالک عربی، 4-5 نفر ارادت دارن و تماس میگیرن، کمکشان میکنم، رای علم برشان نشان میدم و یک چیز میگم، 6 ماه میرن، باز 6 ماه بعد میاین و خاطر ما آرام است که اونا زامت میکشن، پس ما باز میگه که والا تا اینی جیش کردیم استاد، این میجیش به خدای قفشار سر ما بلکل در غرب گفتم خوب باز نه خوب این میجیش خیلی های میشه یه طور یک چون چرا چون کل این مرایل را خود ما تایی کردیم، پیش سرطبیب چی میری، پیش سرگذشت بابا برو، چون سر خودم تیر شده، حالا لغمه را میجوام و بدان هر هموطنم که پشت علم میگرده او را کوشش میکنم، کوشش کردیم در امی 7-8 سال یا 5-6 سال که فیسبوک و فیسبوک بازی و ای گپاس رو بالاخره سر خوردیم امرای یک اتحادیه در آلمان که آقای ایان خواهش کرد که ما بیاین اینجا و ما از چیزتان، از ارشادات شما اینا استفاده میکنن و نرمنداز فلان و بسمدان، که 2 سال ما اوج از 2 سال ما زایه شد و بالاخره فهمیدیم یادر نه ایج ایچ قصه موسیقی و ایگه پانیس زنکابازی و شرافخوری و بیسوادی و بیدانشی و فقط مردم چی رقم از علم دور کنه، چون در رأسشم کسایی که شیشتن بیسواد هستن و وقتی که اگر علم شما چی کنین اونا رسوا میشن، کاری که در افغانستان وقتی که استعمار رفت و اشرف غنی و مثلا وطن فروش های امسالومش که میایه اونا را در اصل کار مردمان رو میشنن که از علم دورو باشه، در کون دنبه چاری را بسته کو بیا چیش هنرمند خدا معرفی کوج چراغاست و سپیکر رو مردمی که در فامیل خود ما آره چیکیرم از اونتر قناعت بتان، از عبوی های خود ما در سر یک گپ بالا شد سر موسیقی بودیم گپ زدیم نه یه طور نیست مرم چی میگم
میگم من موسیقی را نمیفهم، خیلی باش که من برای تلفن کنم که تو را قناعت بدم. شما فکر کنید یک آدم به یک کانستیتیوشن کده کیس بیل سپیل کنم و بگویم نه برادر که سی او این سپیل میشه و برای من بگویم که من انگلیسی را نمیفهم، خیلی باش که من برای تو تلفن کنم که تو را قناعت بدم که کده کی نشته میشه. چی میکنی؟ چی بگویی؟ ای عباوی دست پینجا سال عمرش است، لمر خان یا فلانی خان نام داشت، بعدت بلاکش کردم. ای دیگر چی بگویم حالا کرد از او؟ عزیزای من، گپی که میزنم میترسی که میتونتان علم است. هیچ سوال نکنین، بکنین امورد. اما قصال گفتین اتانم. اگر پنج نفرتان دمی شش ساله که من داد زدیم گوش میکردیم هم پنج نفر سراینده بسیار خوب میداشتیم امروز. ولی خب سمی جان گل من ایره بره سمی جان باز کارهای خود روان کرده مثل آمین ها. خب سمی جان گل من بسیار تشکر اون تا آدم با استعداد است جان لالا، منتها این رایی که تو رفتی رای غلط بوده. خبور صلوات این خیلی سرینی کارا کار کن و هفتشت ماه عزیز دل کار کردم. باز بمرای من پس به تماس شد که اگر شما یک راگ برای ما حالا نشان بدین یا بیان بدین. من گفتم خب کدام راگ جان لالا، چی میخوایی اینا یمن مساوی بیروی؟ گفت نه بیروی دیگه آله بیروی را تشریح میکنم. یک در پانزه بیست دقیقه سر از این گپ میزنم. اما عزیزای من این پانزه بیست دقیقه را شما پنج سال شش سال کار داریم که این را سرش تسلط پیدا کنیم و کار گپی که من میزنم بکنیم. گفتم یکی هنرمندای کلپیس، اما یکی علم است و هر رقم مثال میتونم که اگر بتانم آسان کنم که اما تنهایم بفهم اثر ما خود تاپی روانی را زدن در موسیقی. من روانی بودم و در پارلمان جناب محترم بشر دوست سای بودم دکتر سیب جرفبین که حقایق هم میگفت که تاپی روانی سر از او. خب سو زامت کشید و ما چی کنم؟ حال یک چند نفر الحمدلله میفهم که بدر نه کسی روانی نیست تو گوش کن. اونه که برتان میگم گوش کنید. وقتی که سر موسیقی شرق گپ میزنم شما نبین یکی تاند که سر را نمیفهمه. میکرد من قد قد استاد میشه و بس که کامنت مخاولا بسیار ساعتا نشته میکردم غینکای ما بانو غلط کوی فقط ساعت ها زایی شد بلاره پس آن فهمیدن بردر. من را استاد زبی جان گفته بود که نکو بود که پشت از این کار بود میگه میده بود داخره خدا خودم فهمیدم. اما باز هم اما هر چیزی که نباشه یک حس وطن پرستی و ما هست. خب وقتی که در موسیقی شرط کب میزنم تو نیا برای من نگو ایره برو پیش یک استاد در هندوستان در کلکته در کسور پتیاله در دیلی به امرای یک استاد ببایم او را بگو که او چی میگه. اگه او گفت غلط است نمره تلفن من را بدی او را کت مرخ کو. اما تو یه چیز نمیفهمی تو چرا می بس میکنی؟ این پنج شش سال مزایش تو دماغین دست اگر گپ از پیش میره یا وقتی در سر موسیقی غرب گپ میزنم تو برو ای را در یک یونیورسیتی ایتالیا اتریش یا آلمان برو کت یک پروفیسر گپ بزن بگو این آدم اینه تو میگه. اگر گفت غلط میگه خب من خودم برش زنگ میزنم پروفیسر من چرا غلط میگم یا برای من رهنمایی کن کجای از این غلط است که او نمیگه غلط است. چرا من اینجا نمیشینم یک چیز غلط به شما بگویم؟ یا مثل از این شما فارسی میخواین یاد بگیرون در فیسبوک میبینین که برای کاکای من ماستری در انگلستان گرفت که میبینی ماستری میم الف سوات توی ری یا ماستری گرفت که بگو ایشان بگو بردر بینی نترست یک دو خدا میزنه تیر میشه. اما وقتی که در علم میاید میگم بیسر هستی بردر بازو تا پیش از او استاد و واقعا بود یعنی که واقعا کمی به اونجا بگم غلط است تیغ و تلوار است که ما بردر چی در جای در آلمان بردر مرا گفتن که تو بیایی تعدید است در ای جا کلگی میفهم ما آدم تعدید نیستم 13 01
ساوت سکات استریت دارلینگتون خانه ایم است. هر کسی که میایه هیچ گونه ایراس نه باز از هر جای یک آدم چلنج بیده، اما آیستا آیستا بیدار شوین عزیزا، بیدار شوین، یاد بگیرین، به خدا علم هیچ گمی ندارم. خب هر ترتیب راگ بیروی را رفتارش براتان نشان میتم با او را. شما وقتی که برین چقدر ما زحمت ها کشیدیم به خدا، کلیپ ها ثبت کردیم، ساعتای شیشته هم دیدیم که کمره سر به خدا گل شده، کل وقت مزایش در پس رفتیم، باز هم این را اثر چی کردیم که باش یک چهار تا هموطن ما بیاموزه. ما آموختن کجاست بده؟ روانی و هر کس میخواه یک کلیپ بسازه و مشهور شد و برو بدار کلیپ تا بساز، اما در پولیش علم تحقیق کن، میری بدار یک آرتیکل یا یک چیز نوشته میکنی و اسپلش کلش غلط، املایت غلط، انشایت غلط، یا می کل اگه واه واه، اما وقتی پیش یک عدیب نهی برد میگه بدار این کلش غلط است، تو از بجایی که از اون بشنوی که از اون تیغ و تلوار میگیری. هندوستانی ها وقتی میایین وقتی میایین بیستان شده از پیش اینجا چی دستک او خوش میشه، او احترام میکنه، پایان میگیره که شکر که تو مرا اینجا متوجه ساختی، اوغانه که متوجه میسازی بیادر نه در جانت کارد میکشن. خب هر ترتیبی چیزهاییست که کل ما و شما میفاهمیم عزیزا، چون در بین دست باز کلیم میره، چون ما یک جزا دیدیم قدر وقت مزایش شده، قدر کسافت و ارامزادگی دیدیم که می شرمان با لابلا می شرمان که باز او وقت نرفت. من یک دفعه این موسیقی رو براتان کتگوری میکنم، این طرف شرط میرم، باز رفتار بیروی رو براتان میگم که چون کرچا مختلف است در دنیای بین المللی، سی سفید است، هندوستان قسمی که ما یاد گرفتیم از کلکته از استاد مبارکم، این کرچ ما در سی شارپ است. مثلا شما وقتی که کاری رو میخواییم بسیاری اوقات این کرچ از من میایه، این چیزهاییست که شما سالها بعد میفهمین که این آدم چی گفته بودم، این روانی پشت از اون نگردین، حال چیزی که میگم بکنین، فهمیدین؟ ایک سوال از من نکنین، بکنین، برای از اینکه شما در جای سوال کردن از من نیستین که سوال کنین، فهمیدین؟ 5-6 سال باتی باز آستاستا خودش واضح میشه براتون، باز میفهمین که بدبخت چی گفته بود به من. خب بر ترتیب حالی میایم سر درس، خدا کنه کلیم باز نره، یکان دفعه تو ولد میرویم باز از خود بی خود میشم، باز سر بشیر دجم و ای دکتر و اصلا و چارتا گمش کن. خب عزیزای من ببینین، خود موسیقی کتگوری از این چطور است و براتان بگویم پایان تری، مثلا این پایان مثلا آماتور است. آماتور چرا؟ اصلا لغت درست از این امچر است. امچر یعنی یک آدم آماتور، ماناشی یک آدم که باید میخوانه یک کار میکنه اما بیس علمی نداره، علمن نخوانده، علمن چیز را نمیفهمه، ای را آماتور میگن در ممالک شما، اما اصل لغتش امچر است، یا یک آدمی که علم نداشته باشه میخوانه. مثلا یک آدم میایه یخچالتان درست میکنه در آلمانی که خراب میشه، واقع بیخی یک متل دارن میگه او امچر آمده بستر از این کار کردی، مانای آماتوریست که مثالم داده میرم در سرایندهای ما. آماتورای ما کی بود؟ شادروان آمد زایر، مثلا شادروان ساروبان، مثلا آقای ناشناس، این مردم هستن که از علم بهره ندارن اما میخوانن. و در ممالک ما شما گپ استعداد است، وقتی که در علم میاین استعداد نیست، علم دیگر چیز است، استعداد دیگر چیز است، ذوق دیگر چیز است. من فلانی را خوش دارم، حالا من نمیتونم که عقل مسلم یک آدم بگم نه تو ای را خوش داشته باش، او دیگر چیز است. اما در علم که میاین یک راست ماستری میملف سینته ری یا ای رای اسپیل ماستری است، ای علم است، متوجه شدین؟ مانای امچری است. بالاش میگه سر موسیقی پاپ، you know؟ مثلا موسیقی پاپ است که شما میشنوین که حالا مایکل جکسن است و الویس بوده ای بوده، این موسیقی است که مثلا مردم خوش داره چی؟ اما ما اون دمام دمو غرب مردم ها رفتن درس خواندن و رای خواندن کلاسیک است، فهمیدین؟ از او بالاتر می مثلا خواندنای فیلمی است در هندوستان میبینین، مثلا رفیع صاحب است،
شادروان خدا بیامرز لطا صاحب است، مثلا مکیش صاحب است، آشامسلی صاحب است، این مردم ها هستن که یا خواندن های فیلمی میکنن و اینا هم ببینین ستاره شهر. ما از سر لطاجی، از سر مکیش صاحب، از سر رفی صاحب تیر میشیم، یک نفر خودم میگیم ستاره، ای از جهالت ماست. فهمیدین؟ ما کار چی که میگن ما علم میگم، نه کس همه شناسم بابه ایم که باشه ایجا و در علم است، ای برتان میگم و ای باشه در کلیتان. بعد از این فیلم هست، بعد از او بالاتر من این غزل است. غزل است، غزل کیست؟ میدی حسن سای بود، امانت علی خان سای بود مثلا، و در غزل خواندن مردم پاکستان وارد هستند، بسیار بهترین غزل شاهنشاه غزل اونه میدی حسن سای بود، خدا بیامرز امانت علی خان سای بود. اما اتا دمام که میشه پندیس چکرباتی وقتی که اونه مشفق جان هاشمی شاگردایش است، او خودش خان صاحب بدی غلام علی خان، خان صاحب فلانی خان، خان سر استاد میدی حسن که آمد گفت که گوبایی میدی حسن. ببینید اینجا نام استاد را حذف کرد، چون واقعا هم استاد برای کسی گفته میشه که موسیقی کلاسیک بفهمه، که این یعنی خط شده، یعنی خط کشیدیم که این موسیقی کلاسیک است. باز موسیقی دیگه هم هست که تپس و یگپا در هندوستان موسیقی های بسیار مختلف است در هر جایی و اونا مردم سر هستن، سر میفهمن. وقتی که شما از غزل این بالا میپرین، بعد از او دنیای کلاسیک میاید که علم موجه است، که در دنیای کلاسیک شما تمری دارین، خیال دارین، دروپت دارین. دروپت دیگه خواندن همیشه زمان تانسنجی سعی بود، از او باز نواسش که پدر کلان چی بگویم، من کجا برم در تاریخ خانسه چی پدر آگره آفتاب، این همی مکتب دروپت باز آمدن به مکتب آگره چین شد. حال دروپت نوازی بسیار کم است، چون بسیار یک سرایدن مشکل بوده، رقم ترکایی چی داره، بلکل کامپلکس است، باید چه قبل بفهمی که مانای از او رو بفهمی. آفتاب سید نامش یادم رفت، او وجد می اثر من تبا آگره او می او حال باز فکر میره دیگر طرف. خب این حاله وقتی شما در دنیای کلاسیک می این تمری، خیال، دروپت و بعض اوقات در خیال شما ترانه می مثلا ترانه را عد می کنین، این علم است، متوجه هستین؟ و هر کس در هندوستان هم که برین، اگر لطاجی بوده، اگر رفی بوده شادروان، اگر مکش سعید بوده، اگر اینا بوده، یا کل درس خود تا جایی که بوده از کلاسیک یاد گرفتن، باز مثلا در فیلم رفتن مشهور شدن خواندن، یا دیگه از بالاتر زورشان نکشیده مثلا رفتن در چیزهای دیگه، اما علمی جست. و عزیزای من هیچ در تاریخ دنیا اتر نشده، در تاریخ دنیا که یک آدم از ایجا ایجا خیز کده باشه، غیر افغانستان او را مثال چه بیتم، اما ایت شده که مثلا کلاسیک توی یاد داری میخوانی، باز برای از او دیگر تو بر تو عادیس یارم غزل هم میتونی بخوانی، صاحب آمدزایی رو پاپیولر و احمد و محمود، یا باز برای پیس آف کیک است، آسان است، او رو ایت بخار میخوانی، ایت گونه فشار سرتونمه، چون تو علم را آموختی عزیزایم. خب این حاله گفتم این چطور در افغانستان تنهایی کار شد که بعدا شریف غزل بودی استاد کلاسیک شدی؟ این در تاریخ دنیا در هیچ جای واقعی نشده. ات شده که کالیسی که یک آدم کلاسیک خوانده آمده غزل خوانده، نزدیک بعدا رفته شریف غزل استاد کلاسیک شده، راگم غلط میخوانه، بعدا تو غلط میخوانی راگم، اول خود دو نفر دیگه از پاچه ما بگو بالاخره و تو برین از التاف پرسان کنین بچه استاد سرام و نو میفهمه قدش خود کلان شدیم به در اینجا آمده پیش از این کانسرت دادم دست من اول ماچ کده سرانگونی خوشیشتر بره از او پرسان کن آقا در راق بوپالی میخوانه دو سر در او نیست سرگم مغلط میخوانی پیش از او رفت التاف چی گفت نه نه من شنیدم درست خوانده شریف غزل آمده بوی غلط شنیده خب بیوی تو وزید تایید بلکه من التاف هم زنگ نزدم نمیزنم شم در زندگی شما دروغ بیادر در این کار تو چطور میندازی با بابیت هم سرتاج موسیقی بودم
من مجبور بچه میشم برم بشینم پیش یک استاد هندوستان چهار تا استاد از رو کلا در کلا کنم که بگویم که بیادر این بی بی استاد جی بگو که غلط میگه که بگو یک غلط میگه که بازوج شریف غزل هم بیاب شوه و الطاف حسین هم بیاب شوه و هم دیگه در اون نمه ارزه عزیزای ما که میگم براتان گوش کنین همه در بری میگه براتان گوش تا نفهمو میجه نمه بر ترتیب این حل شد پیشتان که کلاسیک میرین فارسی یاد میگیرین خدا بیامرز شادروان ملک و شعرا قاری صاحبه پیش میرفتین یاد میگرفتین فارسی یادتان میداد اما این نمیشه که بعدت یک آدم بیا یک چتیات شعر نشته قدر پیش خود باره کنو قصه شعر نو و بچتان سابق که بزرن که دسکال و انگلیس هست قصه شکرم و علایل است اما علم علم است جان من خب اینا را آمدیم سر راگ بیروی که سمیر جان خواهش کردم این راگ بیروی را میگم چرا باز عزیزا را علایده علایده بر کس میگم وقت امضای میشه میبینم کمره گل شده باز از سر میرم و خودم ریاضت میکنم برای خود ار روز علا میگم و اشت روزه 8 ساعت 9 ساعت 6 7 8 سال تنها ا گفتیم دروازه قلف بوده و گرون خودم ما به ا صاف کردیم شما به ا یعنی الف زبر ا الله یه از نام الله میاد در موسیقی شرق هم در موسیقی غرب همیشه گفتیم تا نه که به نام الله گلون واز میشه حالا آمدیم سر راگ بیروی چی جان سمیه جان باش اینه بی بیاد اینی اینه گل شده خدا رستی دیدین اینی رو اینجا مانده بودم که که این هرمونیه را ثبت کنه اینجا کلی را برای سمیه جان اینی هم خدا گل کرده یه نه ببینین این رقم میشه سر آدم بازی گل کرده ولی چرا تو گل کردی سر به خود گل شده خب پس من روشن میکنم که این کیبورد هم برای سمیه جان بگیره و برای عزیزا بگیره هر کسی که یاد میگیره بیا این یاد بگیرین من خوش میشم شما یاد بگیرین حرکت راگ بیروی قدم اول تا نیم پرده است باز 3 تا یک پرده ای دارین و مکمل مکمل یک پرده ای باز نیم پرده باز 2 تا پرده مکمل ببینید تشریح میکنم که از هر جای کرشت باشه تو پیدا کنی مثلا چی؟ مثلا باشی رو بزنم سمیه جان و بزرگ عزیزا که میخواین که یعنی را چی یاد بگیرن در پرده ببینن و مهده گناه تا نیست با خدای یک قدر مشکل یک کار از موسیقی که در بدر میکنه آدم هم خود من کمپیوتر ساینس میجر کردیم ریاضی بلا در تاپ کلاس خود گراجویت پدرم آمده بود مادرمون فرشته جان دختر مامان می آمده بودن که یکاسی و فیلم ها رو میگیره طرق زدنی امی اول صدا گفت مردم هایی که 4.2 گرفته یعنی از 100 گرفته اول ما تیم گلیم چی کرد که والا این نام تو را آورد بابی میشان از عکس گرفتن ماندن همه تو رام شد خود چون عبوی نام آدم اول همه در ردیف اول میکرده ای صدا که زده شادت نامی ما را داد نقص شد نده باید پس هم یک عکس با اما فرشته جان زنده است ایره به این میگم که در موسیقی که آمد از ریاضی هم کده آسان بود از فیزیک سخت بود از فیزیک هم کده از کلی چیز کده یگانه رای از این زحمت است زحمت 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 نو استعداد نه دی کار استعداد نیست والله و بلا نیست خود موزارت میگه که 99 دفعه زحمت یک دفعه استعداد برای خدا موزارت که در نوابق دنیا نابغه بود او میگه 99 دفعه زحمت یک دفعه استعداد مام برتان میگه او مردم کار زحمت زحمت تا بکش و استاد خودش جور میشه راگ بیروی گفتم که کرچ ما در هندوستان هیچ هست مارای تو دادن چی داده اینه ببینین این کرچ هست یا این کرچ شماست این از اینجا حرکت اولتان نیم استپ هست 7 یعنی نیم استپ از کرچتان شما نیم دانم یعنی سعی کنید نیم اما اگر از اینجا بروین یک پرده است از اینجا تا اینجا یک پرده است از اینجا تا اینجا نیم است برای از اینکه سیاه ما بین خود ندارد فرق یک نیم هم گفته میگارا باز زود کده میگم اینال حرکت اول تا نیم پرده است با 3 تا یک پرده ای داریم یک پرده اینجا که باز این سیاه ما بینش نیست اینه باید خیز پرده اینجا یک پرده میشه اینجا یک پرده میشه این اینجا نیم پرده میشه این یک پرده میشه این یک پرده دیگه تا نیشد راگ بیروی خواه میدین اه این شد راگ بیروی اگر کرچ شما در این یاد نگرفتین ما استاد جیم از کلکته از اینجا یاد گرفتیم
شما در افغانستان کرچی هست، کرچ بین المللی از اینجا میگیره، کرچ براتان تعریف کردیم، سوره براتان تعریف کردیم، شش ساعت گرفته که من سوره تعریف کردم. در مابین طلوع تلویزیون یک نفر استاد شد که من سوره چیست، چیجی چهار تا قاضی ها موجه شیشته آقا یکی از این سوره تعریف کردن. نتانست با قرآن مجید اولش میگه که اگه من بگویم شما میفهمین، شما ببینین جا ببینین. دومش میگه که والا یک سیم است. سیومش میگه او همون چیزی که اول گفت. چهارمش میگه سارا نفهمیده اونجا شیشته سر تو تصمیم میگیره. کجایش بگویم، کجایش غلط میگم. این حالا اگه کرچ شما اینجاست بازونه ببینین که من وجد آمد سرم. اگه گفتم از این جایی تو بودن راه بیرانی سرم. این حالا اگه شما کرچ تان اینجاست باز این نمی فرموله ترکیب کنین عزیزایم. باز میگین استپ اولتان نیم پرده است، اینجا بینه با سه تا یک پرده ای داره، ای یک خیز، ای دگر خیز، ای دگر خیز، باز یک نیم پرده ای داریم، با دو تا یک پرده ای داریم. این شد راه بیروی در چی؟ در کرچ سایه بین المللی تان امیده؟ شما میره باز از پیشم خطا میکره. اینال اگه ایج از چیز شما سایی از امون خاطر نشته کردیم، نیم پرده خیز اول تا نیم پرده، یک پرده یک پرده، دو تا سیاه دو تا سفید میشه ایجا. این شما بینید. اما از وقتی که از کرچ خود میگیرم اینه تو میشه سعی کنین دو تا سیاه میشه، سه تا سیاه، سعی کنین باز دو تا سیاه میشه. اینی شد راگ بیدی که دو تا سفید میشه. اما اگه نیم پرده این پایان برین این همین معکوس میشه، از یه نیم میشه با دو تا هول میشه، با میدین این تایتان سفید میشه، این تایتان سیاه میشه. درست؟ حالا آمدیم سر راگ بیروی ده برتان یک تمرین خانم عزیزایم. خب این باز از روی چیزتان یک عکس بگیریم، کلان کنین، اونا استپ براتان نشان دادیم. نال راگ بیروی را من از کرچ خود میخوانم، از کرچ هندوستان. شما و نمور نیم پایه پایان بسازین، جور کنین، نگه اونو دیدین کانسپت را. نال من براتان یک تمری میخوانم، کلاسیک میخوانم. شما 10% کار من را اگر کنین، بیدای که براتان گفتم، امیچه رو یارد، راحت میتونین بکنین، هیچ پرابلم ندارم. استاییتان هست یا انتریتان هست؟ خب بازم زود که در استایی چیز، چرا عزیزای بسیار استایی رو نمیفهمی؟ اصلا میگن ای ساربان آیستران کارام جانم میروید، ای استایی است. یعنی نام استا با صدا میگن ما لا 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 لا، ای باز به نام انتریات میشه. اینال من امیره براتان میگم که چی میخوانم براتان و امور ترجمه هم کردیم در فارسی. ببینید چقدر زحمت میکشم بر شما. اون امور باز من اینجا میخوانم براتان نشان میتم، کانسپت بیروی را ببینیم، از او الهام بگیرین، اونم سرمو کار کده کار کده کار کده برین. اکثر بیدای افغانستان و ایران اینا در بیروی است، چرا نه یاد بگیرین. آن بسو مور شام جگروا، آن بسو مور شام جگروا، شام شام تاریکی است جگر قلب نه. آن بیا بسو جای جاگزین کردن موره از ما. اما ای شام شام سیایی و تاریکی مانا نمیته، ای جا الله تعالی را میگه که الله، یا بعضی مردمی که به ایتیست مثلا به خدای چی ندارن سه شعر حافظ واره. وقتی که حضرت حافظ شعر میگه، وقتی که می و معشوق و یاگه میزنه، او هدفش از خدا و از اونجا است. اما بسیاره که جو نداره میگه نه ای عاشق او دختره گفته، هر ترتیب کویش میبینین دلتان. اما اینجا چی میگه؟ یا الله خدای من، خدای قلب من، خویا خدای قلب من، میگه بیا جاگزین مستقر شو در قلب من. فهمیدین؟ سونی پریه ترس گیه، سونی یعنی خالیست، کجا اینجا قلب ما بودن تو. میگه من میمرم بر دیدارت، الله تعالی را میگه تو مبینم موره را تیا
میگه که یا خدای من رد یا خداستک تو مبینه بدون تو من میمرم، من ترس دارم میمرم، یا خدا با دیدن تو بیاره چیز من. این استایی شماست عزیزای من، فهمیدین؟ این از بندش های بسیار مشکل قدیمی و مانده بسیاری چیزا هم تو نسل به نسل آمده. اینا لعنتریتان چی؟ سکر دو کلمه است، میگه که آون که گئی عجاون نایی، آون که گئی عجاون نایی، کل عزیز سکر یک انتره چقدر خلص است به اما دیره برشتان جا میگه که تو باز چرا مشکل است آون که گئی، یعنی میگه از وقتی که رفته از قلب ما عجاون نایی تابار را پس بر نگشته. سبحان الله. این حال ایره برای گلفرندت میگی، برای معشوقت میگی یا به علایت میگی در گناهی که داشته ای تو گفته. این حال فامیدین مانا رو و یه انتره تان است، یه استایی تان است، این تشام کردم درست است. این حال یک استایی دام شده من قرطه و بخورم. اینه میگم براتان درمونیه با آسایی نشان بتم، اول براتان میگم، باز براتان میگم که چرا این مشکل است. تمری چرا تمری رو شما بخواید اگر چه خوانده نمیتونین، اول گفتم با گفتم شما صدا رو چون میکنین لسان از بین میره، او رو براتون نشان دادیم، باز نشان میتم. خب خیر است، یا الله باز اینی گل نشده باشه، اما درام هست با قرآنی گل میکنم خدا. چرا گل میکنم خدایا، این حالی گل باز ما کار ما باز از هر با اوج ملامت هم کرده نمیتونم که شما مثلا نتانیم ایره ایره بگیریم، سخت است و لولا سخت است. چرا گل میشه این؟ سر بخونم خدا گل میکنه. خب بر ترتیب آن به سموری شام جگر و سونی پریه ترس گریه تو مبینه موریرت یا نال سکر اینا من قیق پرده، اینا من که غلط میشه اونا از شما از راگ خطا میده، اما اینا باید اینجا بگویم که در راگ بیروی و در راگ پهاری شما فلکسیبل هستین که اردوغسه نوتا استفاده کنین، اما به جایش و رقمش نه، او که تو سر وقت میدینی او هم یک قانون داره از مادر راگاست، راگ بیروی آن به سموری شام جگر با، آن به سموری شام جگر با، سونی پری ہے ترس گری ہے میزنم کار نداره. ایناله چرا تمری مشکل است؟ مثلا ایناله یک لغت استفاده میکنه، آن بس اموری شام و جگر و سونی پری ترسگری تو مبینه موری رتیا، ایناله رتیا را خدا را ایجا من میگیرم الله را ایجا براتون میگم رتیا، یعنی خدا بسم الله
سر کل موسیقی است. وقتی که شما مثلا اینا مثلا علی مجان به خیر نمیاد روز جمعه بعد از 4 نیم سال اینا ببینیم چرا وقتی که گلون به الله صاف میشه لسان از بین میره چی میگه ببین گوش کنیم علی مجان خانم مثلا میکنه برتون چیز میگم ثابت میکنم اینجا میزنم بازم گل گوش کنین سمی جان بچی میگم تو فوکس کو گپ که میزنی باز پدر مالت گم شده خو اما بازم از اوج تو میتونی ببینی پردارا اومدیم ول سر انتره استایی را گرفتین گفتم که آن بسوم شام صدایتان بسر باشه با این کلی چون الله گفته باشین این باز بیده بیمینی آنا بسر شام دیر بازی بالا میره مثلا کانسپت را، حرکت را، علم را یاد بگیریم صد دفعه هم میکنم شما باز جان در کابل گلتان عزیزای فری جان وی جان اتریش عزیزا اسمت جان ببینه نه دا کجا اما چی نشین ناامید نشین مشکل است میگم این چیزی که من براتان میگم 6-7 سال زده برین اینه این چیز است او میایه ناامید نشین هر لحظه از یک استپ است حالا میریم سر انتره آوان که گیه عجبونه نهی اما این را من بسیار میتونم 10-15 دقیقه در خود دمی استایی نگاه کنم و گپای دیگر را بگیرم و سرگما کنم و یعنی این ای چیزای شده از ما خیلی باز اونه کلی میتونم باز بودا وش نمیم باید نگویم یا حالا پس اگه نیم مقبولی استگلی Ah.
شما پشت ازش نگردین، یاد بگیرین، با شما تمرکز کنین که مقبولتر بیاید. چکرواتی صاحب ببریشه، برو پیش استادم سرپرکاش سرپت میگنش قام ولایت پیش استاد ما این درسنگ تمری ببر زیزایی استم که برو او را بگو که پرسان که یه تو میگه که برد بگو یه غلط است توی چی میگی؟ گوش کو ایجا گفتم گپ نزن آوان که گئیه اجاون نایی از وقتی که رفته پس نمیانی اینال انتره کانسپتش و قانونشیست که شما در آکتب تارستان برین مندرستان، مدهستان، تارستان مندرستان، غور، مدهستان، متوسط، تارستان، تار یعنی نازک میشه از ما مثلا این آقای ناشناس اینه قرچی خود از اینجا میگیره از اینجا هیچ وقت اینه از این بالا نمیره از مدستان هیچ بالا نمیره در تارستان هیچ نمیره اما خود لازه کانسپت علم بالکل غلط است یک خواندن باید است از سه اکتب را کور کنه این اکتب من در تلویزیون ها میگم تو از اینجا شروع برای غلط است او برادر غلط است نه نکو از اینجا شروع این ایرایش اینه اینجا این از این یعنی این استایتان است ی اکتبه انتریتان است آوان کده اجاونا نای آوان کده حسن جان گوش کن اجاونا نای از خط نمه برای نزده تک هم گپ میزنم هم او را میکنم اما اگه تنها بکنم شد مقبول تر مه اما یه درس میتونم تا اینجا سکر کنیم باز میگیم سکر آه چی جان سکر سمی جان عزیزایی که میخوانیم چی جانی باز شما فقط از کرچ خود وقتی شروع میکنه نزیجه میشه دیگه باز آوان کگه اجاونا نا برتان میخوانم شک وقتی که خواندن باز علایده است دیگه باز مغز تمرکز میتم
باز الله تعالی باید هر کس انسان است، ما هم یک انسان هستم، شما ایتا فکر کنید تو بکنید یک دفعه بی بی معلوم شود. پیش میرین دارم و دونو وقت است که من آدم در سراییدن مدرایه هر دفعه که میگم بیا خودت بخوان نیگم میتونی بیا خودت او بدبخت فوتبال تو سعی میکنی یک آدم آفساید مبرایه تو قانون نگفتم یکی اون آفساید برآمد توی بینندر چی تو میگی بیا خودت نرسی مسیوار بازی بیا خودت در آید تو چی میفهمی آفساید چی یا بکس سعی میکنی لری هومز و تایسن اینا میبینی که بیادر فاول زد و از ناف پایان زد ده. مادر ذاتیت میگی فاول می... تو چی میفهمی فاول؟ بخینه خودت کتش بکس کن در اینی حالت ها قرارم و بخیر علی مجان بیایم میرم این میرم بخیر یک چار پنج آهنگ سب میکنم یک سه چار کمپوز از استاد زبیجان عبیب خان یگانه نفره که به پیش ما علمان میفهمه و کمپوزش قابل خواندن است و برای ما ارزانی کردن لطف کردن که آمی جان غیر تو ایره کس خواندن نمیتونم کمپوز من خراب میکنه اگر خودت بخوانی و من با تمام قلب و وجودش خود از نو تشکر میکنم. وظیفه سراینده ایست که چیزی که کمپوزر میگه اونمون چیزها را برای از او اکسیکیوت کنم بکنه خواهش از او را و او چیزی که در تخیل یک کمپوزر میگرده اونمون رو برای تو کوچت میکنه میگه اینه تو بکن تو بکن تو وقتی که علم پیشت باش حالا به من این استاد عبیب خان بیایم عبیبیه رو بگیره هر آهنگ افغانی را غزل شعی یا مطور هر چیز را میزنم بزنم من خوانده میرم اینه من غلط نمیش در جای برو صد دفعه یک رقم میخوانم شما از ما پاپا کوئی از ما صد دفعه میخوام یک دفعه برم در صد دقمو درست شوه نه تو که علم سرش تسلط یا صد دفعه میخوانیش یک پرکتس کار ندارم بیا استاد عبیب خان بزن هر چیزی که میزنه غزل میزن چی میزن چون گلوم ما به الله واسه شده الله واسه کریم از زاینا و خدای کریم نمیشت آه مثلا خوب باز بر بر اینجا چیه؟ مثلا پاپا زلان چی؟ تو باشتو؟ امیدی شادم رفت از کدام بده که؟ آه مثلا میگن ای شاده حیث نیستم شعرهای شعرات ندارم یعنی میگم مثلا در بیروی بسا کمپوزای ما شماست یعنی شعرش باشم و میخوانمش هیچ پرابلم نیست چیز یایی که شعرش پیدا میدم از اونه شعر پنی دقیقه میزنم میخوانم بیخی صد پی صد چون الله سیجه آه اما اگه ای که مویر جد علم نداشته باشم زدم ایران کمی عیش اولای عزیز کاکای شادروان زلان هم زن نمیتانی بدن نمیتانی بر از ای که بالا وازش کنی ای شاله به خدای کریم نیم سپردیم خود به نظر و الله سپردیم به سمیری جان او را باز اگر ضرورت بود اما میتونی ببینید کلیارا قربانتان به الله سپردیم الله حافظ استاد حبیب خان I love you قربانتان به خدا سپردیم